سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. پرونده‌ای که امروز می‌خوایم بررسی کنیم مربوط به کشور آمریکاست و در آمریکا اتفاق افتاده. نظر شخصی من اینه که من تا الان این همه پرونده‌ای که خوندم، قاتل این داستان منفورترین آدمیه که در تمام دوران زندگیم دیدم. بیشتر از این حرف نمی‌زنم، بریم داستان رو شروع کنیم. در سال 1980 در کالیفرنیا دختری متولد شد به اسم جودی آریاس. اون فلوت میزد، خواهر برادری زیادی داشت و زندگی آرومی داشت در کل. سال آخر دبیرستان رو تموم نکرد و تصمیم گرفت که عکاس بشه. اما این کارش هم به جایی نرسید و 8 سال بعد رو به عنوان پیشخدمت کار کرد. در سن 26 سالگی اون به عنوان نماینده فروش در یک شرکت مشغول به کار شد و در یکی از همین کنفرانس‌های تجاری در سال 2006 با تراویز الکساندر آشنا شد. تراویز 28 ساله هم یه نماینده فروش بود و به صورت پاره وقت هم سخنران انگیزشی بود. تراویز در کودکی زندگی خوبی نداشت و پدر و مادرش هر دو معتاد بودن. حتی زمانی بود که اون همراه با پدر و مادرش در چادر زندگی می کردن. بعد از این دوران بود که پدر بزرگ و مادر بزرگش سرپرستی اونو به عهده گرفتن و بزرگش کردن. پدر بزرگ و مادر بزرگ تراویز هر دو مورمن بودن و تراویز هم توسط پدر بزرگ و مادر بزرگش مورمن شد. اگه بخوام مورمن بودن رو کوتاه براتون توضیح بدم، میتونیم بگیم یه گرایش از مسیحیته. البته که کاتولیک ها و پروتستان ها مورمن ها رو مسیحی نمیدونن، ولی مورمن ها خودشون رو مسیحی میدونن. همونطوری که بهتون گفتم، تراویس و جودی آریاس در سال 2006 در یک کنفرانس تجاری با هم آشنا شدن. اونها تمام شب رو با هم صحبت می کردن و حسابی جذب هم دیگه شدن. حتی گفته شده بعد از تمام شدن شام اونا تا ساعت 4 با هم صحبت می کردن. روز بعد تراویز به دوستانش گفت که من همسرم و عشق زندگیم رو پیدا کردم و می خوام که با اون ازدواج کنم. حتی در ایمیلی که تراویز به یکی از دوستانش فرستاده بود گفته بود که من خیلی خوش شانسم که جودی رو در زندگیم دارم. جودی و تراویز در 2 ایالت مختلف زندگی میکردن و از لحاظ مسافت خیلی بینشون فاصله بود، ولی اونها بیشتر روز رو با همدیگه تلفنی صحبت میکردن یا به هم پیام میدادن. خلاصه همیشه سعی میکردن که با هم در ارتباط باشن. با این حال اونها یکی از قوانین مهم مورمن ها رو زیر پا گذاشته بودن و با هم رابطه جنسی برقرار کرده بودن. در آیین مورمن ها داشتن رابطه جنسی با کسی که ازدواج نکردی ممنوعه و گناه کبیر است. پایبند بودن به عقاید دینی برای تراویز خیلی مهم بود، اما عشق جودی باعث شده بود که این قوانین رو زیر پا بذاره. چند هفته بعد از آشناییشون، تراویز مبلغین مذهبی مورمن رو به خونه جودی فرستاد تا جودی هم مورمن بشه. اونها برای جودی از کتاب مقدس آیه های نقل کردن و جودی رو تعمید دادن و جودی مورمن شد. با وجود اینکه جودی مورمن شده بود، اما هنوز اختلافات از بین نرفته بود و هنوز اونها رابطه جنسی داشتن. از نظر کلیسا هر دوی اونها گناهکار بودن و اطرافیان تراویز معتقد بودن که تراویز باید با یه دختر باکره مورمن ازدواج کنه. اما همه این تعریف ها از نگاه تراویز بود. دوستان و خانواده تراویز نگاه دیگه‌ای به جودی داشتن. اونا می گفتن که رفتار جودی نرمال نیست. اون به شدت شکاک و حسوده. اگر ببینه که تراویز با کس دیگه‌ای داره صحبت می‌کنه خیلی عصبانی میشه. یا دوستاش می گفتن که مثلا ما 4 با هم توی جکوزی نشسته بودیم، جودی در حضور ما رفته بود روی پای تراویز نشسته بود و حتی در یک لحظه شروع کرد باهاش رفتارهای جنسی کردن در حضور ما.
در مدت 5 ماه رابطه اونها پر از فراز و نشیب بود. بعد از 5 ماه رابطهشون رو تموم کردن و جودی اومد یه آپارتمان که 2 بلوک از خونه تراویس فاصله داشت اجاره کرد. دوستان تراویس به جودی لقب استاکر داده بودن، یعنی کسی که به صورت وسواسی پیگیر یه نفره و اونو مورد آزار و اذیت قرار میده. جودی حتی بارها سعی کرده بود وارد حساب ایمیل تراویس بشه یا مثلا وارد فیسبوکش بشه و اونو چک کنه. رابطه اونها رابطه عشق و نفرت بود. بارها شده بود که اونها با هم دعواهای شدید کرده بودن، ولی شبش جودی یواشکی وارد خونه تراویس می شد و برهنه وارد تخت خوابش می شد و با هم سکس می کردن. رابطه اونها عجیب بود. تراویس خواهان سکس بیشتر با جودی بود، اما جودی یه رابطه جدی می خواست ظاهرن. جودی بارها در دفتر خاطراتش نوشته بود که اون عاشق تراویسه، اما هیچ راهی برای اینکه با هم باشن وجود نداره. بارها اتفاق افتاده بود زمانهایی که تراویس با دخترهای دیگه بیرون میرفت برای اینکه با اونا آشنا بشه برای ازدواج، جودی لاستیک‌های ماشینش رو پنچر کرده بود و به صورت وسواسی اون رو تعقیب میکرد. بالاخره در آوریل سال 2008 جودی بعد از 8 ماه زندگی در کنار خونه تراویس به کالیفرنیا برگشت و تراویس بسیار خوشحال بود از این ماجرا و میگفت که من زندگیمو پس گرفتم و الان میتونم یه زندگی جدید شروع کنم. ولی تراویس دروغ گفته بود. اون برخلاف گفته و حرفای خودش جلوی خانواده و دوستاش از طریق ایمیل و پیامک و تلفن با جودی در ارتباط بود. حتی با همدیگه تلفنی سکس هم میکردن. در تاریخ 10 ژوئیه قرار بود تراویس به یه مسافرت به مکزیک بره که دعوتش کرده بودن و میتونست که یه همراه هم با خودش ببره و جودی فکر میکرد که اون همراه خودشه، اما تراویس اونو دعوت نکرد و یه دختر مورمن به اسم میمی رو دعوت کرد. اونها قبلا با هم دیگه در ارتباط بودن و عاشق مشوق بودن که رابطهشون به هم خورده بود و الان تراویس دوباره با اون وارد رابطه شده بود. الان 5 روز گذشته که هیچ کس از تراویس خبر نداره و جواب تلفن‌های دوستانش و خانواده‌اش رو هم تراویس نمیده و خانواده به شدت نگرانن. همچنین روز قبلش اون قرار بود با میمی به مکزیک بره، اما خب از مسافرتش جامون و همه نگران شده بودن. میمی همراه با چند تا از دوستاش به خونه تراویس رفت. How long were you there trying to get into the house? Just, you know, a couple of minutes. I banged on the door, rang the doorbell over and over again. Nobody answered. I was scared that something might be happening to him because I knew that he had a stalker. Travis's friend on the phone suggested that we go in through the garage and look for him in the house. And then as soon as they said that they saw blood, that there's blood everywhere, I stopped looking and said, he's dead. He's dead. And so immediately I called the police. تو خونه تراویس بوی خیلی بدی می اومد. میتونم به معنای واقعی بهتون بگم تراویس سلاخی شده بود. تمام خونش رو خون گرفته بود و وقتی که میگیم گوش تا گوش گردن یه نفر رو بریدن، به معنای واقعی یه نفر گوش تا گوش گردن تراویس رو بریده بود و همه جا رو خون گرفته بود. پزشکی قانونی گفت 27 ضربه چاقو به بدنش وارد شده و تمام دستاش و بازوهاش نشون میداد که با ضارب درگیر شده. پلیس شروع کرد به تحقیق کردن، ولی همه تحقیق ها اونها رو به یه اسم رسوند. همه دوستان تراویس معتقد بودن این کار جودیه و تراویس با هیچ کس دیگه هیچ مشکلی نداره. چند سال بعد از پیدا شدن جسد تراویس همه خبرگزاری ها در موردش نوشتن و جودی با پلیس تماس گرفت و گفت که من دوست دختر سابق تراویسم و خیلی دلم میخواد در این مورد بهتون کمک کنم و باهاتون همکاری کنم. اون حتی اومد چند تا عکس از خودش و تراویس رو توی فیسبوک گذاشت و یه ذره در موردش نوشت و حرفای عاشقانه زد و
گل برای خانواده تراویس فرستاد و براشون یه نامه خیلی غمگینانه نوشت که آره من خیلی ناراحتم که این اتفاق افتاده، چرا باید برای تراویس این اتفاق بیفته، و به نظر میومد خیلی ناراحته. پلیس به شدت داشت روی این مسئله کار میکرد و از اونجایی که خشونت زیادی در این قتل بود و به نظر میومد که تراویس واقعا سلاخی شده، در سکوت خبری داشتن کاراشون رو میکردن. اونها یه دوربین عکاسی در ماشین لباسشویی تراویس پیدا کردن و از توش چند تا عکس پیدا کردن که به نظر می اومد روزی که تراویس به قتل رسیده جودی خونه تراویس بوده و در حدود ساعت 1 بعد از ظهر اونها با هم سکس داشتن و در پوزیشن های سکسی از هم عکس گرفتن و بعدش هم که تراویس ظاهرا میره دوش میگیره و جودی هم از اون عکس میگیره و چند تا عکس بعدی بدن تراویس رو نشون میده که خونیه. پلیس تونست دی ان ای جودی رو در سر تا سر خونه تراویس و در صحنه قتل پیدا کنه. همین هم باعث شد که 41 روز بعد از پیدا شدن جسد تراویس، جودی رو به جرم قتل تراویس دستگیر کنن. اما ماجرا اینجا تموم نمیشه. جودی از لحظه‌ای که وارد شد گفت من بیگناهم و من تراویس رو به قتل نرسوندم. بازجویی اولیه جودی چیزی حدود 6 ساعته و من 6 ساعت رو دیدم. در 3 ساعت اول جودی به هیچ عنوان زیر بار این حرف نمیره که تراویس رو به قتل رسونده. هر بار که کاراگاه بهش گفت تو این کارو کردی، اون گفت نه من این کارو نکردم. بهش گفتن دی ان ای تو خونه هست، گفت نه من تو خونه بودم، باید دی ان ای هم اونجا باشه. بهش گفتن ما عکس داریم ازت، عکسای همون روزی که تراویس به قتل رسیده، گفت نه دارین اشتباه میکنین، اون من نیستم، یکی دیگه است. بعد بهش گفتن نه خودتی، ما مطمئنیم خودتی، گفت نه پس اونا مال یه روز دیگه است، نه مال اون روز. خلاصه زیر بار زور نمیرفت. وقتی شما میگی بازجویی، راستش من وقتی میگم بازجویی به فکر میفتم که یه لامپی داره اینجوری میره و دو طرف نشستن و شکنجه میکنن، ولی این کاراگاه دستش اینجوری گذاشته بود رو میز، جودی همون طرف نشسته بود، داشتن با هم صحبت میکردن. خلاصه خیلی جالب بود و جودی اعتراف نمیکرد. Pictures of you in Travis's bedroom with Travis. Pictures of him. And it's obvious you guys are having sex. Taking photos of each other. And they're dated and time stamped on the day he died. Are you sure it's me? I mean, because I was not there. It's you. And you know it's you. I know all the details of this case. The only thing I don't know is why. Why did you choose to go visit Travis that day? And why did you do what you did? I've never heard Travis. You did. You hurt him. That's why we're here. That's why I flew up here. Because I needed to talk to you about this. I can just arrest you and throw you in jail, but I want to know why. Why did you do this to him? I wouldn't hurt Travis. He's done so much for me. I know you took pictures of him in the shower just before he died. I don't think he would allow that. Mm-hmm. And the camera actually took a couple of photos by accident during the time that he was being killed. Really? Yeah, Jody, really. You were there. Quit playing this game. It's time for you to just come out and tell me. I did not hurt Travis. I did not hurt Travis. I wouldn't do that to him. در بازجوی دوم که جودی تقریبا مطمئن شده بود که همه مدارک بر علیهشه و اون داره به قتل متهم میشه، داستان رو برگردوند
و گفت که آره من اون روز خونه بودم با تراویس، آره با هم سکس داشتیم، آره حموم کردیم با هم. یهو دو نفر اومدن داخل، یه دختر و یه پسر، و اونها تراویس رو کشتن. بعد بهش گفتن خب چرا تو رو نکشتن؟ گفت اونا آدرس خانواده من رو گرفتن و به هم گفتن که اگر در این مورد حرف بزنی ما تو رو هم میکشیم و میایم خانوادت رو هم میکشیم. و من ترسیدم، برای همین چیزی نگفتم در این مورد. و کاراگاه حرفش رو باور نکردن. حتی رفتار این بشر انقدر عجیبه که موقعی که براش ساندویچ آوردن اصلا لای ساندویچ رو داشت باز میکرد. بذاریم بریم یه قسمت از فیلم رو ببینی. انگار داره تو ساندویچ میگرده دنبال یه چیزیه، مثلا فکر میکنه تمام توته داره قشنگ، که فکر میکنه مثلا یاد یه شنودی گذاشتن یا بخواه مسمومش کنن یا چیزی. خیلی آدم خودشو آدم مهم میفرض کرده. خب طبیعتا همه مدارک علیه جودی بود و کاراگاه اونو بلا فاصله به دادگاه فرستادن تا به جرم قتل تراویس محاکمش بکنن. در تمام این مدت جودی سر میکرد با شبکه‌های مختلف مصاحبه کنه و در این شبکه‌ها با لبخند به عنوان یه آدم شیرین و به عنوان یه آدم مهربون ظاهر می‌شد. یکی از مصاحبه‌هاش که خیلی هم سر و صدا کرد، بریم با هم ببینیم. I'm not proud that I just left my friend there to be slaughtered at the hands of two other people. I'm not proud of that at all. You understand? You look guilty here. I understand that everything, all of the evidence against me right now is very compelling. What really happened in there? In a nutshell, two people took Travis's life, two monsters. You did not shoot Travis? No, I've never even shot a real gun. You did not stab him 27 times? I've never, that's heinous. Or I've slit never. His throat from ear to ear? I can't imagine slitting anyone's throat. No jury is going to convict me. Why not? Because I'm innocent, and you can mark my words on that one. No jury will convict me. کاراگاهان معمولا بعد از اینکه تحقیقات رو کامل میکنن و مصاحبه ها رو انجام میدن، اول پرونده رو میدن به قاضی و قاضی پرونده رو میخونه و اگر تشخیص بده که این پرونده کامله، دیگه پرونده رو به یه دادگاه علنی میبرن، هیئت منصفه میان و در موردش صحبت میکنن. خب طبیعتا پرونده جودی با مدارکی که وجود داشت سریعا به دادگاه رفت. در اینجا ما با دو تا سناریو روبروی. سناریوی اولی که جودی با وکلاش این سناریو رو چیدن و در موردش حرف میزنن، و سناریوی دوم که دادستان، کاراگاهان و گزارش و شواهد پزشکی قانونی و این حرفا چیدنش، و ما نمیدونیم کدوم یکیش درسته. الان 4 سال و 6 ماهه که داره از قتل تراویس میگذره. جودی و وکلاش برای بار سوم داستانشون رو تغییر دادن و گفتن که بله، جودی تراویس رو به قتل رسونده، اما نه علکی و به خاطر حسادت، بلکه به خاطر دفاع از خودش تراویس رو کشته و سعی داشتن بگن که جودی یک آدم ساده لوحه، نه یک قاتل خونسرد که سر یه نفر رو گوش تا گوش بریده. در دادگاه جودی و وکلاش تلاش داشتن که از تراویس یه آدم درو بسازن که جلوی دوستانش و خانوادهش خودش رو یک مورمن باکره جا میزده، ولی در کنارش از جودی سوء استفاده میکرده و باهاش سکس میکرده. جودی ادعا کرده که در روز قتل تراویس اون در خونه تراویس بوده و با هم رابطه جنسی داشتن، سکس کردن و بعدش تراویس میره که دوش بگیره و جودی در حال عکس گرفتن ازش بوده که در یک لحظه دوربین تراویس از دست جودی میفته روی زمین و تراویس عصبانی میشه، از حموم میاد بیرون، جودی رو بغل میکنه و محکم میزنه زمین و به جودی گفته که تو رو میکشم عوضی یه چیزی تو این مایه ها.
خلاصه جودی هم ترسیده بوده، فرار میکنه میره توی اتاق، مثل اینکه قبلا تفنگ غیر قانونی تراویس رو دیده بوده، تفنگ رو بر میداره و به تراویس شلیک میکنه. حالا این 27 ضربه چاقو پس از کجا میاد؟ بانو گفتن که به خاطر وحشت از پس از حادثه چیزی به خاطر ندارن و نمیدونن که چجوری گلوی تراویس رو گوش تا گوش بریدن و 27 ضربه چاقو بهش زدن. پلیس هم نمیتونست زنگ بزنه؟ آها، به پلیس گفته من زنگ نزدم چون نمیخواستم که چهره تراویس رو جلوی مردم خراب کنم و بگم که اون یه متجاوز بوده، من برای همین کشتمش. میخواسته لطف کنه در حق تراویس. یا حتی جودی در دادگاه گفت که تراویس یه منحرف جنسی بوده و به پسر بچه ها علاقه داشته. اون میگفت که من بارها وارد اتاق شدم و دیدم که تراویس داره با عکس پسر بچه ها خودارضایی میکنه. این گفته که حتی یک بار تراویس براش یه لباسی با طرح مرد عنکبوتی خریده و اونو مجبور کرده که موقع سکس بپوشه. وقتی به جودی گفتن که خب اون لباسی رو بیان نشون بده، گفته که من نداشتمش، ندارمش و انداختمش دور چون متنفر بودم از این مسئله. جودی در روز دوم دادگاه گفت که رابطه جنسی ما بیشتر مقعدی و دهانی بوده و ما رابطه واژنی نداشتیم، چرا که از دید دین مورمن‌ها رابطه واژنی گناهه، ولی ظاهراً رابطه مقعدی و دهانی گناه کمتری داره، در صورتی که بعداً که با خود مورمن‌ها مصاحبه کردن گفتن که ظاهراً اینم گناهه، حالا اینش به ما ربطی نداره. ولی خلاصه گفته من خیلی ناراحت بودم ولی تراویس مجبورم میکرده و اون گفته که حتی روزی که من رفتم که مورمن بشم و تعمید داده بشم، تراویس منو مجبور به رابطه جنسی مقعدی کرده و من خیلی از این مسئله ناراحت بودم. و اما سناریوی دومی که دادستانی، پزشکی قانونی و کاراگاهان چیدن و به احتمال 99.5% اتفاقی که برای تراویس افتاده. ما میدونیم که در حدود ساعت 1 بعد از ظهر اونها با هم بودن و با هم رابطه جنسی داشتن. عکس هایی وجود داره که محتوای جنسی داره و اتفاقا در دادگاه هم نشون دادن. اونها از همدیگه هی عکس گرفتن و به نظر نمیاد که بینشون مشکلی وجود داشته باشه. خیلی هم با هم خوبن. و بعدش در حدود ساعت 5 بعد از ظهر تراویس میره که دوش بگیره و جودی در حال عکس گرفتن از اونه. آخرین عکسی که از تراویس زنده است این عکسی که میبینید. به احتمال زیاد جودی از تراویس خواسته که بشینه تا از لحاظ قد و قیافه هم اندازه هم بشن. در این عکس معروف هنوز حمله شروع نشده. زمانی که تراویس میشینه جودی به اون شلیک میکنه و دوربین رو میندازه و به طور اتفاقی دوربین این عکسی که میبینید رو گرفته. به احتمال 99.5% اون میخواسته که مغز تراویس رو نشونه بگیره، اما گلوله به ابروش برخورد میکنه و از لپش خارج میشه، دقیقا مثل این عکس. پزشکی قانونی میگه که تراویس بعد از شلیک گلوله زنده بوده و منجر به مرگش نشده این شلیک و یا حتی بیهوش هم نشده. به احتمال زیاد تراویس از حموم میاد بیرون و جلوی این روشویی وای میسته. اون فکر میکنه که احتمالاً جودی رفته و دیگه بر نمیگرده. ولی جودی وقتی میبینه که تراویس هنوز زنده است میره که چاقو بیاره و وقتی که بر میگرده تراویس رو مورد حمله قرار میده. جودی بعد از اینکه تراویس رو مورد حمله قرار میده و تراویس رو از پا میندازه، گلوی اونو گوش تا گوش میبره و دوربین به صورت اتفاقی این عکس رو میگیره. اگه شما به عکس دقت کنید میتونید بازو و دست تراویس و سرش رو ببینید و یه پا هم جلو وایستاده و پای انگشتای پای تراویس هم دیده میشه. پزشکی قانونی گفته که تراویس در این عکس به احتمال زیاد کاملا مرده بوده. جودی حدود 45 دقیقه وقت صرف میکنه تا هرچی آثار نشونهایی که از خودش مونده رو پاک بکنه و مطمئن بشه دی ان ای باقی نمونده.
اون بدن تراویس رو با یه فنجون آب و یه پارچه کاملا تمیز میکنه و بعدش هم عکس‌ها و فیلم‌هایی که گرفته بودن رو از روی دوربین کامل پاک میکنه و دوربین رو داخل ماشین لباسشویی میندازه. مثلا فکر کرد دوربین ماشین داخل ماشین لباسشویی بندازه چه اتفاقی میفته؟ قراره مثلا همه عکس‌ها پاک بشه، کامل تمیز بشه. بعد جالب اینه که این آدم عکاسی کرده، بعد نمیدونه که عکس‌ها قابل برگشته، یعنی حتی کارت حافظه رو هم بر نداشته. یعنی کارو مثل آدم یاد نگرفته. دقیقاً. خلاصه اون بعد از اینکه از خونه تراویس میاد بیرون، سوار ماشین اجاره ایش میشه و میره دیدن دوست پسر جدیدش. دوست پسرش میگه که رفتارش کاملا نرمال بوده، ما همدیگر رو بوسیدیم، با هم سکس کردیم و اصلا انگار نه انگار که اتفاق افتاده. با وجود تلاش‌های زیادی که جودی کرده بود، اما نشونه‌های زیادی از خودش به جا گذاشته بود. شاید براتون جالب باشه که بگم حدود یک هفته قبل از قتل تراویس، خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ جودی سرقت میشه و در بین چیزهایی که دزدیدن، یه اسلحه کالیبر 25 هم دزدیده میشه و پزشکی قانونی گفته که اون اسلحه‌ای که به تراویس شلیک شده دقیقا همون اسلحه کالیبر 25 بوده و این نشون میده که جودی احتمالا نقشه قبلی داشته. یعنی که یهویی نشده که مثلا بگی که مثلا یهویی کشتتش و همین اتفاقی بوده. دقیقاً میگن که احتمالا نقشه قبلی داشته که این کارو کرده، وگرنه که خب چرا باید اسلحه رو بدزدی که دزدی نشون بده. با این وجود هیئت منصفه رأیش رو اعلام کرد. State of Arizona versus Jodi Ann Arias, verdict, count one. We, the jury, duly impaneled and sworn, in the above entitled action, upon our oaths, do find the defendant as to count one, first degree murder, guilty. 8 دقیقه بعد از اینکه حکم جودی رو اعلام کردن، اون با یه تلویزیون محلی مصاحبه کرد. وقتی بهش گفتن که به چهره خانواده تراویس که نگاه میکنی چه حسی داری، اون گفت که من خیلی حس بدی دارم، چون یاد تجاوزها و بدیایی میفتم که تراویس بهم کرده، برای همین دلم نمیخواد به چهرهش رو نگاه کنم. و همچنین زندانیا گفتن که جودی ظاهرا گفته که من در قتل تراویس یه همدستم داشتم و یه نفر دیگه هم باهام بوده، ولی هیچ وقت این مسئله ثابت نشده. این پرونده هم تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. عکسای صحنه جنایت رو من داخل کانال تلگرام و داخل سایت آپلود میکنم، ولی ازتون خواهش میکنم اگر میتونید برید این عکس‌ها رو ببینید. عکس‌ها واقعاً فجیعه. اگه روحیه‌شو واقعاً ندارید نگاه نکنید عکس‌ها. یعنی ببین تبلیغات نیست که من بگم مثلا بخوام کانال تلگرام خودم رو تبلیغات کنم. نه، این عکس‌ها واقعاً وحشتناکه. ازتون خواهش می‌کنم که اگر میترسید نگاه نکنید. یعنی من به شخصه عکس‌ها رو که دیدم خودم تا چند شب چشمای تراویس همش جلوی ذهن، یعنی واقعاً تصویر بدی بود. خیلی تصویر بدی بود. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.